سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پریسا هستم، متخصص تغذیه. امروز میخوام راجع به ویتامین F باهاتون صحبت بکنم. این ویتامین درسته که در تعاریف به ویتامین‌های سنتی و بیشتر شناخته شده قرار نمیگیره، ولی ممکنه که اسم این ویتامین رو روی سرم‌های پوستی یا مکمل‌های مختلف یا مقالات تغذیه‌ای ببینید. بنابراین تصمیم گرفتم که این ویتامین رو بهتون معرفی بکنم و بیشتر باهاش آشنا بشید. ویتامین یک کلمه یونانی هست که از کلمه ویتا به معنی زندگی گرفته شده. ویتامین ها ترکیبات عالی هستند که از طبیعت باید وارد بدن ما بشن و مقدار خیلی جزئی از اونها برای زندگی و سلامت بدن ما لازمه. بنابراین به خاطر همین هستش که اسمش رو گذاشتن ویتامین یا زندگی. ویتامین F در این تعریف سنتی ویتامین ها قرار نمیگیره، ولی برای بدن ما ضروریه و بدن ما نمیتونه اونو خودش بسازه. ترکیبات مغذیه که بدن ما نمیتونه اونها رو خودش بسازه بهش میگن مواد مغذیه ضروری یا اسنشیال یا اساسی. این ترکیبات بدن ما خودش به صورت خودجوش نمیتونه بسازه و باید حتما از غذا دریافت بشه. یکی از این ترکیبات ویتامین F هست. حالا این ویتامین F چی هست؟ اسید چرب امگا 3 و اسید چرب امگا 6. شاید بگین که خب میدونستیم که اسید چرب امگا 3 و امگا 6 برای بدن ما سالم و ضروریه. ولی نوع خاصی از اسید چرب امگا 3 بدن ما نمیتونه اون رو بسازه و باید حتما از طریق غذا دریافت بکنیم که بهش میگن آلفالینولئیک اسید یا به اختصار آلا یا ALA. و نوع خاصی از امگا 6 هست که بدن ما نمیتونه اون رو بسازه که بهش میگن LA یا لینولئیک اسید. این امگا 3 و امگا 6 باید به نسبت مشخصی به بدن ما برسن. اگر این نسبت رعایت نشه توی رژیم غذایی، دریافت این اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 برای بدن ما نمیتونه نقش سلامت بخش داشته باشه. ببینید، به ازای هر یه دونه امگا 3 که ما باید دریافت میکنیم باید دو تا امگا 6 دریافت بکنیم، یعنی نسبت 1:2 باید رعایت بشه توی رژیم ما. اگر این نسبت رعایت نشه دیگه اون خواص سلامت بخشه این امگا 3 و امگا 6 که این همه راجع بهش شنیدیم توی بدن ما نقشش ایفا نمیشه. ولی متاسفانه رژیمی که این روزها داره رعایت میشه، رژیمی که پر از فست فود هست، غذای سرخ شده هست، سبزیجات کم داره، باعث میشه که نسبت دریافت امگا 6 به امگا 3 در رژیم معمول ما 20:1 باشه، یعنی 10 برابر بیشتر ما داریم امگا 6 میگیریم. درسته که میگن امگا 6 سالمه و باید دریافت بشه، ولی اگر نسبتش با امگا 3 رعایت نشه نه تنها برای ما رژیم سالمی نیست، بلکه میتونه خطرناک هم باشه و رژیم غذایی ناسالمی باشه. حالا رعایت نشدن این ترکیبات و دریافت نکردن درست این امگا 3 و امگا 6 باعث میشه که مشکلات بینایی، مشکلات مغزی، مشکلات قلبی و التهاب بالا در بدن ما به وجود بیاد. و این نکته‌ای که گفتم نشون میده که ما باید دریافت امگا 3 رو ببریم بالا، چون امگا 6 و این لینولئیک اسید به مقدار کافی داریم دریافت میکنیم و شاید زیاد از حد هم از رژیم روزانه رایج دریافت میکنیم. بنابراین امگا 3 رو باید ببریم بالا. منابع غذایی این آلفا لینولئیک اسید یا ALA که خدمتتون گفتم چیا هستش؟ مغز تخمه آفتابگردان، دانه چیا، سبزیجات سبز، گردو و بادام، آووکادو، غذاهای دریایی، ماهی، میگو، صدف و اینها منابع اصلی این آلفا لینولئیک اسید هستن. بنابراین شما امگا 6 رو دائم به مقدار کافی و زیاد از حد دریافت میکنید. این حواستون به دریافت ویتامین F یا همون نسبت درست اسید چرب امگا 3 و اسید چرب امگا 6 باشه، چون که این ماده برای بدنتون ضروریه و بدنتون خودش نمیتونه این رو بسازه و باید حتما از رژیم غذایی دریافت بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ممنونم از توجهتون.